در سراسر ایالات متحده امریکا رقم مصابین ویروس کرونا در حال افزایش است. با افزایش این موارد، مقامات میگویند که گسترش نوع دلتای این ویروس ارتباط مستقیم با میزان واکسیناسیون پایین در برخی از اجتماعات دارد که اغلب با اطلاعات غلط در مورد واکسین تحریک و تقویت می شود. در اواسط ماه جون که تقریبا یک ماه از آن می‌گذرد، ایالت کالیفرنیا رفع محدودیت‌های همه‌گیر ویروس کرونا را جشن گرفت. اکنون برخی از اجتماعات مانند لس آنجلس دستورالعمل پوشیدن ماسک را برای اجتماعات و اماکن سربسته و حتی برای افراد واکسین شده هم مجدداً اجباری اعلام کرده است. من خوشحال نیستم که ما دوباره با وضعیت استفاده از ماسک برگردیم، اما با وجود این باعث نجات جان انسان‌ها خواهد شد. فعلا این برای من مهمترین موضوع است. به نظر می رسد که نوع دلتای این ویروس حتی در مکانهایی که بسیاری از آنها واکسین گرفتند نفوذ می کند. بر اساس روزنامه سان فرانسیسکو کرونیکل، با وجود این که سان فرانسیسکو 76% ساکنین بالای 12 سال خود را واکسین کرده است، موارد بیماری نوع دلتای ویروس 4 برابر افزایش یافته است و این معلومات رقم مبتلایان به ویروس را تا 7 ماه جون نشان می دهد. رئیس جمهور بایدن و سایر مسئولین در دولت او میگویند تقریبا تمام کسانی که به سبب ابتلا به ویروس بستری شدند کسانی هستند که واکسین کووید 19 را دریافت نکردند. من از آنچه در ایالات متحده میبینم نگران هستم. ابتلا به این ویروس در ایالت های آرکانزاس، میزوری، نوادا و ایالت محل زندگی من فلوریدا و لوئیزیانا روزانه اتفاق میافتد. این همه موج انتشار ویروس در میان جمعیتی است که واکسین نشدند و رو به افزایش است. ما میتوانیم با واکسیناسیون بیشتر افراد از این بیماری همگیر جلوگیری کنیم. دولت بایدن از شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی خواسته است تا برای مقابله با انتشار اطلاعات غلط در مورد واکسین در سایت‌های خود اقدامات بیشتری انجام دهند. شبکه اجتماعی فیسبوک در پاسخ گفت که بیش از 18 میلیون مورد معلومات غلط در مورد کووید 19 و دریافت واکسین را برداشته است و این روند ادامه خواهد داشت. اما مبارزه با این همگیری مسئولیت همه اشخاص در جامعه است. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.